همونطوری که وعده داده بودیم ارتباطمون رو برقرار کردیم با خانم دکتر شیرازی، راجع به تغذیه صحبت میکنیم، مخصوصا در دوران قرنطینه. اگر اجازه بفرمایید. بله، سلام عرض میکنم خانم دکتر، حالتون چطوره؟ خانم دکتر صدای بنده رو دارین؟ بله بله، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو آرینا و همینطور شما مجریای محترم. من دکتر مینو شیرازی هستم، دکترای تخصصی تغذیه، و امروز در خدمتون هستم که در مورد تغذیه یا تغییر نیازهای تغذیه‌مون در دوران قرنطینه با هم صحبت بکنیم. بعدم عرض سلام دارم سرکار خانم دکتر شیرازی، خیلی مفتخر هستیم که در خدمت شما ایم. اگر که فرمایشی دارین در ابتدای صحبت رو بفرمایید، در غیر این صورت ما سوالاتمون رو شروع بکنیم. خواهش میکنم. عرضی نیست غیر از این که امیدوارم که همه دوستان عزیزمون توی دوران قرنطینه مواظب سلامت جسم و سلامت روح و روان خودشون باشن، که به طور عمده در واقع حواسشون باشه که غذای سالم بخورن، ورزش و فعالیت بدنی مناسب داشته باشن، خواب مناسب داشته باشن، آب کافی بخورن، که انشالله بعد از اینکه قرنطینه تموم شد هممون با سلامت جسم و سلامت روان بتونیم برگردیم سر کارهای اولیه‌ام. بسیار عالی. خانم دکتر، قبل از اینکه ما ارتباطمون با شما برقرار بشه، ما یه بحثی رو اینجا داشتیم راجع به مسائل تخصصی. اول برنامه قبل از اینکه وارد بحث تخصصی بشیم، میخوام ازتون بپرسم آیا واقعا درست کردن غذاها تکنیک داره، یا اینکه چه جوری غذا رو بپزیم یا با چه موادی غذا تهیه بشه، از نظر شما که متخصص این قضیه هستید، واقعا فرق میکنه یا نه یه خورده روغن بریزیم و خوشمزه درستش کنیم همین کافیه؟ قطعا متفاوته. اولا که خوشمزه در واقع ذائقه چیزیه که در ما قابل ایجاد و قابل تعلیمه. بنابراین خوشمزه، هر کسی هر چیزی رو که زیاد بخوره اون رو دوست داره و به نظرش خوشمزه میاد، هر کسی هر چیزی رو که یک مدتی نخوره، جوانه های چشاییش به مرور عادتشون رو نسبت به اون از دست میدن، خیلی به نظرش خوشمزه نمیاد. پس خوشمزه این نیستش که همه فکر کنن، که یعنی از نظر بعضیا مثلا چیزای خیلی شیرین خیلی خوشمزه است، ولی از نظر بعضیا اصلا خوشمزه نیست. پس ذائقه چیزی قابل تعلیمه، اینه که میشه که غذا رو یه جوری درست کرد هم سالم باشه هم خوشمزه. بله، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر شیرازی. پس ما حالا سوالات رو به صورت رسمی آغاز بکنیم، سوالاتی که برامون فرستاده شده. خب دوستان زیادی در رابطه با نقش مکمل ها در تقویت سیستم ایمنی بدن در این شرایط سوال کردن، و اینکه میخوام بدونن چه افرادی بیشتر نیازمند هستن که مکمل های ویتامینی یا ویتامین مکمل دریافت بکنند. ببینید، به طور معمول اگر کسی بتونه نیازهای تغذیه‌ایش رو از طریق رژیم غذایی دریافت بکنه، همیشه به این شکل در واقع دریافت نیازهای تغذیه‌ای ارجحه و در اولویته، چون ما میدونیم که در مواد غذایی معمولاً هر ماده غذایی با چیزهایی که برای هضمش لازمن، چیزهایی که اونو کامل میکنن، برای جذبش لازمن، با هم همراهن. برای همینه که مثلا پرتقال خیلی ارجحیت داره نسبت به یه قرص ویتامین C. حالا اگر که به دلیلی شخص به دلیل حالا آلرژی ها یا بیماری های خاص نتونه که یک سری از گروه های غذایی رو استفاده کنه، برای اون افراد توصیه میشه که از مکمل های تغذیه ای به شکل حالا ویتامین یا اشکال دیگه استفاده بکنن. بله، خیلی متشکرم. حالا یه سوالی که الان وجود داره اینه که در ارتباط با مکمل ها، خب مشخصه معمولا پزشک میگه مثلا این تعداد از این قرص های مثلا 1000 سی ویتامین سی رو مثلا دو تاش روزی بخور، یعنی با یه عدد مشخص ما روبرو هستیم. در مورد میوه خوردن و یه سبزیجات خیلی مشخصا نمیتونیم بگیم چند تا، آیا عددی داره که مثلا روزی حداقل یک عدد پرتقال یا یک یا دو عدد پرتقال باید حتما میل بشه تا اون میزان ویتامین سی لازم جذب به بدن بشه یا خیر؟ بله، در واقع ما برای همه مواد غذایی، یا در واقع بهتر از اون گروه های غذایی، یه استانداردی داریم که مثلا میگیم برای یک فرد بزرگسال با این وزن و با این جسه، این مقدار سهم از سبزیجات، این مقدار سهم از میوه‌جات، این مقدار سهم از فرض کنید غلات کامل،
به این شکل باید مصرف بشه. همه اینا برای هر فردی در واقع، برای شخص سایز متوسط، مثلا یه آقا با یه سن متوسط، یه خانم با مثلا سن خاص و سایز متوسط، بچه ها در سن مختلف، همه تعیین شده هستش. بله. خب خیلی هم عالی. حالا توصیه های تغذیه شما به افراد مبتلا به خصوصا بیماری های تنفسی که در خطر بیشتری قرار دارن در مقابل ویروس کرونا و بیماری کووید 19 در این شرایط چه هست؟ آیا تغذیه خاصی هم برای این افراد وجود داره؟ بله قطعا. در واقع چیزی که توصیه میشه برای این عزیزان، یکی این هستش که ما بیایم روش های تغذیه‌ای رو که کمک میکنه سیستم ایمنی رو در واقع اونها تقویت بکنن توی برنامه غذاییشون بگنجونن. به عنوان مثال مصرف سبزی ها و میوه های تازه از رنگ های مختلف. به عنوان مثال سبزی ها و میوه ها بعضیاشون طیف رنگی زرد و نارنجی هن، مثل انبه، مثل زردالو، مثل هویج، مثل فلفل دلمه های رنگی. بعضی از سبزی ها و میوه ها طیف رنگی سبز هن، مثل اسفناج، مثل مارچوبه، مثل کدو. بعضی سبزی ها و میوه ها بنفش هن، مثل بادمجان، مثل بلوبری، مثل بلکبری. بعضی سبزی ها و میوه ها سفید هن، مثل گلکلم، مثل فرض کنید که پیاز. توصیه میشه که در واقع همه افراد، به خصوص افرادی که حالا به دلیلی بیشتر در معرض بیماری هستند، از طیف رنگی و در واقع تمام رنگ‌های سبزی‌ها و میوه‌ها به تنوع در طی روز استفاده بکنن، چون هر کدوم از رنگ‌های میوه‌ها و سبزی‌ها نوع خاصی از آنتی اکسیدان‌ها رو در واقع برای ما تأمین می‌کنن که قسمت خاصی از سیستم ایمنی ما رو تقویت می‌کنه. در کنار اون توصیه میشه سبزی ها و میوه های تازه رو بیشتر استفاده بکنن، برای اینکه غیر از حالا آنتی اکسیدان ها ویتامین سی کافی دارن. در کنار اون توصیه میشه که در واقع از انواع مغزها، منظورم آجیل هستش، به اندازه کافی استفاده کنن، چون هم سلنیوم خوبی دارن، هم در واقع روی یا زینک کافی رو به شخص میرسونن. توصیه میشه که منابع ویتامین دی رو توی برنامه غذایشون بگنجونن که به طور عمده توی ماهی های چرب مثل ماهی سالمون و ماهی رینبو ترات و همطور توی زرده تخم مرغ هست. توصیه میشه که فراورده هایی که در واقع باکتری های خوب توشون هست و بیشتر استفاده کنن، که از همه شایع‌تر برای ما ایرانی ها ماست خونگی هست یا شورهای خانگی، و اگرم بخوان از بیرون بگیرن ماست های پروبایوتیک هست، کفیر هست و چیزهای دیگه که در واقع پروبایوتیک برای ما تامین میکنن. بسیار عالی، بحث خیلی خوشمزه‌ای هم داریم اینجا. خب حالا که این توضیحات رو فرمودی در ارتباط با سبزیجات و میوه ها، مواد پروتئینی چطور؟ یعنی یک تغذیه کامل، حالا ما الان متوجه شدیم که حتما شامل باید سبزیجات و میوه ها به صورت تازه باشه، از همه رنگ های مختلف و از طیف های رنگی مختلف. حالا جایگاه مواد پروتئینی چیه و چه چیزی در نهایت در این شرایط میشه یک تغذیه کامل برای ما؟ اتفاقا هم سلول های سیستم ایمنی و هم آنتیبادی هایی که در سیستم ایمنی ما ساخته میشن، همشون از پروتئین در واقع ساخته میشن. پس اگر کسی کمبود پروتئین داشته باشه، طبعا سیستم ایمنیش هم ضعیف خواهد بود و کفایت و کارایی لازم رو نخواهد داشت. منابع پروتئین به طور عمده تخم مرغ هست، لبنیات مثل شیر و ماست و پنیر هست، فراورده های گوشتی مثل گوشت و مرغ و ماهی و میگو هست، و در فراورده های گیاهی هم حبوبات و مغز ها، همون انواع آجیل، و دانه ها مثل مغز تخم کدو و کنجد و اینا. در کشورهای نورت امریکا مثل کانادا و امریکا معمولا افراد دچار کمبود پروتئین نیستن. ماها حتی خیلی وقتا پروتئین رو بیشتر از نیازمون دریافت میکنیم، خیلی نگران در واقع کمبود پروتئین توی ساکنین این منطقه نیستیم، مگر افرادی که در واقع گیاهخوار هستن، اونم کسایی که در واقع گیاهخوارای خیلی شدید هستن، استریکت ویگن یا استریکت ویجیتریان یا ویگن هستن، که در مورد اونا فقط باید یه ذره بیشتر احتیاط بکنن و مواظب باشن که هم حبوبات و هم مغزها و هم دانه ها رو به اندازه کافی بخورن که کمبود پروتئین نداشته باشن. خب پس ما تا الان راجع به میوه و سبزی صحبت کردیم، پروتئین ها صحبت کردیم، جایگاه کربوهیدرات ها در یک تغذیه کامل چه خواهد بود؟ آیا اونها مهم هست که در این شرایط لحاظ بشن؟ بله حتما. کربوهیدرات ها هم منابع خوب ویتامین های گروه B هستن،
که برای در واقع تولید انرژی در بدن ما ارزشمندن و ما میدونیم که سیستم ایمنی ما وقتی کار میکنه سوختش زیاده، در واقع مصرف انرژی زیادی داره و احتیاج هست که در واقع متابولیسم انرژی در بدن به خوبی انجام بشه که سیستم ایمنی با کفایت عمل کنه. قطعا کربوهیدرات ها ارزش خاص خودشون رو دارن، ولی بین کربوهیدرات ها ترجیح بر این هست که بیایم از کربوهیدرات هایی که در واقع کربوهیدرات هایی هستن که تصفیه شده نیستن استفاده بکنیم. اگر امکانش هست مثلا بین برنج سفید و برنج قهوه‌ای یا برنج وحشی، بیایم برنج قهوه‌ای یا وحشی رو انتخاب کنیم. اگر امکانش هست بین نان سفید و نان سبوسدار، بیایم نانهای سبوسدار رو انتخاب بکنیم. اینه که کربوهیدرات ها حتما باید باشن، یه چیزی هلوش 50% در واقع رژیم غذایی ما رو اونا به خودشون اختصاص میدن، ولی مهمه که کربوهیدرات هامون رو از منابع خوبشون انتخاب بکنیم. بسیار عالی. دوستان زیادی سوال کردن از سرکار خانم دکتر که با توجه بود به مقاوم بودن ویروس کرونا در برابر سرما در صورت فریز شدن مواد خوراکی، چه نکاتی رو باید در بهداشت و ایمنی مواد غذایی پیش از فریز کردن به خاطر در حقیقت به خاطر داشته باشیم و انجام بدیم؟ دقیقاً، چون در اثر سرما تا اینجا که الان در واقع تحقیقات نشون داده میدونیم از بین نمیره، همون در واقع تمهیدات و همون احتیاط هایی رو که در مورد مواد غذایی تازه رعایت میکنیم باید در مورد فریز کردن هم رعایت کنیم. یعنی اینکه وقتی که میریم برای خرید، اگر قرار هست که فراورده رو فریز کنیم، ترجیحاً فراورده هایی رو بخریم که از پیش بسته بندی شدن. مثلا اگر کرفسی هست که چیدن همینجوری توی مثلا یه قسمتی توی آیل سبزیجات، کرفس دیگه هم هست که توی کیسه بسته بندی شده، اونی که بسته بندی شده انتخاب بهتریه. یا اگه مثلا لوبیا سبز به شکل باز هست، هر کسی میتونه با دست خودش بریزه توی کیسه یه بسته لوبیا سبز برداره، یکی دیگه هم هست که لوبیا سبز یا نخود فرنگی که بسته بندی شده، اون بسته بندی رو بگیریم همیشه بهتره در این شرایط، برای اینکه تماس دست افراد با اون ماده غذایی در واقع خیلی کمتر بوده طبعا. و بعدم که میاریمشون منزل، اگر امکانش هست به محض اینکه میرسیم منزل اول دستامون رو بشوریم، بعد بسته بندی اینا رو عوض کنیم، اون کیسه رو در بیاریم توی کیسه تمیز بریزیم، بذاریمش داخل فریزر و مجددا دستامون رو بشوریم. بسیار عالی. دوستی سوال کردن که به طور مشخص گفتم من یک فرزند 10 ساله دارم که در این دوران حسابی چاق و چله شده به دلیل کم فعالیت داشتن و کم تحرکی، غذاش رو کم میکنم اما علارغم کم تحرکی گرسنه نمیمونه، چه کار میتونم انجام بدم؟ برای بچه ها و البته برای همه، چون من الان خیلی از کلاینت های خودم هم که در واقع آنلاین میبینمشون، خیلی همه ناراحتن که وزنا تو دوران قرنطینه داره میره بالا. برای این دوست عزیزمون و برای فرزند عزیزشون در واقع سعی کنن که سهم بیشتری از بشقاب ایشون رو با سبزیجات پر کنن. مثلا در وعده های غذایی میشه کنار غذاشون به جای سیب زمینی سرخ کرده، فرض کنید که یک مقدار سبزیجاتی که بخارپز یا آبپز شده قرار بدن، سالاد قرار بدن. به عنوان میان وعده، به جای اینکه دنبال در واقع فراورده هایی که خیلی چرب یا خیلی شیرین هستن که بعضی وقت بچه ها اونا رو خیلی دوست دارن، مثل شکلات و چیپس، بیان در واقع سبزیجات به شکل مثلا ساقه کرفس، به شکل هویج، گوجه فرنگی، فلفل دلمه در رنگ های مختلف. حتی من برای در واقع مراجعین خودم توصیه میکنم، به خصوص برای بچه ها، یه ظرفی درست کنن از سبزیجات در رنگ های مختلف، چون رنگ های اینا خیلی جالبه و بچه ها خیلی علاقمند میشن به خوردن اینا و به عنوان میان ودم اینا رو بیشتر به بچه ها بدن. بله. و یک سوالی که خیلی تکرار بشد این بود که حالا با توجه به شرایطی که همه دچار کم تحرکی هستند، آیا رژیم خاصتری وجود داره یا نه همون رژیم سالم در کنارش هم باید رژیم کامل ورزش رو حتی در خونه حرکت های نرمش رو انجام بدن؟ حرکت های نرمششون رو بکنن، خوابشون لطفا منظم باشه. خواب منظم هم برای سیستم ایمنی ما و هم برای کنترل وزن ما خیلی خیلی نقش داره. و الان چیزی که مطالعات نشون میده، متاسفانه در دوران قرنطینه افراد شروع کردن ساعت شبها دیرتر به خواب میرن، صبحها دیرتر بلند میشن. این الگوی غذا خوردن، این الگوی خوابیدن، الگویی هست که هم وزن ما رو بالا میبره، هم سیستم ایمنی ما رو ضعیف میکنه. مطمئن بشن که آب و مایعات کافی استفاده میکنن. خیلی وقتا ما بدنمون کم آب، دیهایدریتد هستیم، به جایی که بریم آب بخوریم میریم خوراکی استفاده میکنیم که وزن ما رو بالا میبره.
و یکی هم تا اونجا که ممکنه در هر وعده غذایی که امکان داره سبزیجات رو بگنجونن. مثلا صبحانه اگر میخوان نیمرو درست کنن، نیمرو رو بیان با املت جایگزین کنن، داخلش یه مقدار اسفناج، یه مقدار گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای، قارچ قاطی بکنن، یا کنار غذاشون به جای سیب زمینی سرخ کرده سالاد لطفا اضافه بکنن. تا اونجا که میشه سبزیجات رو بیشتر در واقع توی برنامه غذایی وارد بکنن، چون سبزیجات هم سالم و هم بسیار کم کالری هم و توی این شرایط یکی از بهترین چیزایی که میشه خورد، هم از نظر تقویت سیستم ایمنی و هم از نظر در واقع بهترین چیزهایی که میشه. بله خیلی متشکر سرکار خانم دکتر مینو شیرازی عزیز، خیلی استفاده کردیم، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید، روی خط ما تشریف آوردید و من از شما سپاسگزار هستم. سوالات ما تا اونجا که به دست ما رسید بود تمام شد، خیلی توضیحات خوبی دادین، خیلی هم ممنون از شما. خواهش بکنم. برای شما، همکاراتون و همه شنوندگان آرزوی سلامتی دارم. بسیار عالی، خیلی ممنون. ازتون خوش، خدا نگهدار. خدا نگهدار. سرکار خانم دکتر مینو شیرازی روی خط داشتیم، دکترا و متخصص تغذیه از تورنتو.